بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در حضور عزیزان گرامی هستیم در ادامه مباحث مجالس سبعه حضرت مولانا. رسیدیم به المجلس الخامس، مجلس پنجم از مجالس سبعه مولانا. المجلس الخامس من بیانه نورنا الله به نور عرفانه. مجلس خامس از بیانات مولاناست که خداوند ما را به نور عرفان مولانا دلهای من را منور کند و خودمان را هم انشاءالله منور کند خداوند. خب راجع به مجالس بحث کرده ایم قبلا که چهار مجلس رو تا اینجا شرح و توضیح کردیم. راجع به مجالس این که مجالس غالبا مربوط به زمان قبل از دیدار مولانا با شمس تبریزی و قبل از آن تحولی است که در ایشان انجام یافته است و مسائل به شکل معمول به شکل یک واعظ بزرگ مولانا مسائل رو بیان می کند. بعدن که با جناب شمس تبریزی و سایر مواردی که پیش می آید با جناب شمس تبریزی مواجه می شود، رفتار او، کردار او، منش او تغییر می یابد و هرگز دیگر ایشان چون این مجالسی را به شکل خاص و در مساجد اجرا نمی کند. ایشان مجالسش متفاوت می شود از حالت خاص و مجالس سماع هست، مجالس موسیقی، دف و نی و چنگ و رباب و اینها، و آنچه که گفته می شود به شکل خاص در اشعار و غزلیات عرفانی او مشهود است و پس از آن غزلیات کم کم به بحث مثنوی و سرودن مثنوی میرسد تا آخر عمر مبارکش. فیه ما فیه اما گویا بعد از این مجالس آمده است. بنابراین مجالس سبعه آسان ترین چیزی است که ما میتوانیم با آن به قلعه عظیم افکار مولانا و دریای بسیار مباج افکار و اندیشه های مولانا نزدیک شویم. هم اولا به نثر است و از پیچیدگی های خاص نظم و شعر به دور است و از تخیلات شاعرانه جدا است، بنابراین میتوان منظور رو بهتر و عالی‌تر متوجه شد. و شما هر آنچه که در اینجا گفته می شود همه اینها رو هم در غزلیات شمس و هم در مثنوی معنوی مشاهده می فرمایید و خیلی از مسائلی که آنجا اندکی واگذار شده و اندکی به گونه دیگری گفته شده در اینجا به شکل خاص بیان شده و این قابل توجه است. بسیار مهم است که ما بخواهیم اگر با دریای مواج سخنان مولانا آشنا شویم بایستی در این خود فرمود که در لجه مثنوی سیری بکن. ما مجبوریم قبل از این که در لجه مثنوی سیری کنیم و شناگری بکنیم در این وادی و در برکه مجالس باشیم و این رو ادراک کنیم با تمام وجود. آن وقت ادراک سایر موارد برای ما بسیار آسان‌تر خواهد شد. از این جهت این مجالس بسیار راهگشا هست و بسیار امر کلیدی هست. المجلس الخامس من بیانه نورنا الله به نور عرفانه. مجلس پنجم از بیان او که خداوند ما را به نور عرفانه او منور کند. الحمدلله الاول، حمد و سپاس برای خداوند است که اول است. الذي ما وفا حق و کبریائه مجتهد ولا جاهل. حمد
و سپاس. میدانید که الحمد یعنی الف لام که آمد، الف لام استغراق است. استغراق یعنی اینکه تمامی حمدها مخصوص خداوند است، یعنی هیچ حمدی برای غیر خداوند میسر نیست. اصلا حمد برای غیر خدا نیست. هر کس هر جا چیزی را و کسی را مدح می کند و حمد می کند، آن به خدا می رسد. کسان دیگر شایسته حمد و مدحت و محمدت نیستند و هیچ کس نیست که بتواند حمد بر او مصداق پیدا کند. حمد فقط برای خداوند است. بنابراین همه کسانی که خدا رو باور نمی کنند، یاد نمی دارند، توجه نمی کنند و کس دیگری رو ستایش می کنند، در حقیقت خدا رو ستایش می کنند. وقتی یک شاعری می آید یک گل را ستایش می کند، در حقیقت خدا را ستایش می کند که خالق گل است. وقتی یک کسی می آید یک زیبایی را ستایش می کند و حمد می کند، در حقیقت خدا را ستایش می کند. هر کسی، حتی کافر، وقتی می آید یک سخنی را ستایش می کند، آن کافر هم در حقیقت دارد خدا را ستایش می کند. بنابراین در دیدگاه عرفانی ما کفر نداریم، ما شرک نداریم، چون ممکن نیست چنین کاری. کفر ممکن نیست. کسی می تواند روی حقیقت الهیت رو بپوشاند؟ هرگز. شرک، آیا کسی، آیا خداوند شریکی دارد که بتوان برای او شرک ورزید؟ نه. وحده لا شریک له. وقتی گفت لا شریک له، یعنی خدا هیچ شریکی ندارد، من چه کسی را پیدا کنم که به او شرک ببرم؟ چه کسی غیر از خدا هست که من بتوانم به او، با او شریک کنم او را در خدایی، در الوهیت؟ بنابراین اصلا شرکی وجود ندارد، کفری وجود ندارد، چرا که هرچه هست او و غیر از او چیز دیگری وجود و ظهور و بروز ندارد. الحمدلله الاول، خدا اول است. اول است یعنی ازلی است، یعنی از اول بوده است، اولی که هیچ سابقه ای بر عدم او وجود نداشته است. الذی ما وفا حق و کبریائهی مجتهد و لا جاهل. وفا نکرد. وفا یعنی به آخر رساندن، کاملا توفی یعنی کاملا. در قرآن میگوید توفی انفس، یعنی کاملا روح رو از بدن جدا کند، دیگر هیچ اثری از روح در بدن باقی نماند. وفا یعنی اینکه چیزی را انسان بگیرد، کاملا آن را در عهده بگیرد و هیچ چیزی از آن موفا در آن بحث باقی نماند. ما وفا حق و کبریایی، حق کبریایی او و کبر او. کبر گفته ایم از ما بد است، از خدا خوب است، چون که خدا که لایق کبریایی است. ولی بشر چرا حق ندارد تکبر ورزد؟ چون لایق کبریایی نیست. حق کبریایی مجتهدون، کسی که اجتهاد می کند، کسی که به دنبال جهد و تلاش است. ولا جاهد، و کسی که مجاهده می کند، جهد و تلاش می کند، خیلی می خواهد که حق کبریایی الهی رو به جایش برساند، ولی نمی تواند. هیچ کس نتواند. عرفا به آن هم معتقدند، الا ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق معرفت، حق عبادتک. آن سخنی که به پیامبر عظیم الشان نسبت میدهند این است. عرفا غالبا از جمله مولانا، از جمله ابن عربی و سایر بزرگان گفتند که اصلا اونجا که پیامبر فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، پیغمبری که با آن عظمت هست و در عرفان حضرت حق مستحیل است، او هم تعارف که نمی کند. امام نبی مانند ما نیست که تعارف کند، بگوید نه ما نشناختیم شما رو، مثلا شما خیلی آدم بزرگی بودید، مثلا ما شما رو نشناختیم. امام و پیامبر که تعارف نمی کنند، آنها هرچی می گویند این حقیقت، این واقعیت است. بنابراین وقتی پیامبر میفرمه ما عرفنا که حق معرفتک، یعنی ما تو را نشناختیم، آنچنان که حق معرفت تو بود نشناختیم. این تعارف نیست، واقعا نشناخته است. ما عبدنا که حق عبادتک، ما آنچنان که شایسته تو بود، حق عبادت تو بود، ما تو را آن حق رو به جا نیاوردیم. و حقیقت هم میگوید، تعارفی ندارد. وقتی رسول میفرمه ما نتوانستیم، پس دیگر بقیه حسابشان معلوم است.
کسی وفا نکرد، حق کبریای الهی رو هیچ کس وفا نکرد، هیچ کس به سرانجام نرسانید. این اول. الاخر الذی کل موجود الا عتبت جلالهی قاصد، آن آخریست، ازلیست، اول ازلی و آخر ابدی. آن آخر، آن ابدی است که کل موجود، هر موجودی، الا عتبت جلالهی قاصد. عتبه یعنی سراپرده و قصد و جای. عتبات عالیات که میگن همینه، یعنی جایی که جای بسیار بزرگ و جای مهم. کل موجود آخری که آن وجود ابدی که هر موجود، الا عتبت جلالهی قاصد، به عتبه و جایگاه و پیشگاه جلال او قصد میکند، قاصد است، میخواهد به جایی برسد. قاصد یعنی اینکه انسان قصد کند، اراده کند به کاری را انجام دهد. از ظاهر الذی بهرت آیاته العقول فلا یجهده جاهد، آن ظاهری است که آشکار شد آیاتش بر عقول، آیات العقوله، به عقلها، آیات الهی، نشانهای الهی بر عقلها آشکار شد. فلا یجهده جاهد، هیچ منکری نمیتواند او را انکار کند، هیچ منکری نمیتواند وجود خدا را انکار کند. الباطن الذی کل ذره فی السماوات والارض علی وحدانیته علم شاهدون، آن او ظاهر است، ظهورش به چیست؟ ظهورش در عقول است، ظهورش در آیات عقول است، و هیچ نفی کننده و انکار کننده نمیتواند او را انکار کند. الباطن الذی کل ذره فی السماوات والارض. خب این رو بحث بکنیم، میخواستم سریعتر برویم ولی حیف آمد این مطلب رو عرض نکنم. این که میفهم یا لا یجهده جاهد یعنی هیچ انکار کننده او را انکار نمی کند، یعنی الان هیچ کس خدا را انکار نمی کند. چرا انکار می کند؟ اما ممکن است کسی آمده است میگوید خدا وجود ندارد، اینها همه خرافات است، اگر بود ما میدیدیم. نظر مولانا و عرفای دیگر این است که وقتی می آید میگوید خدا وجود ندارد، این خودش نشانه این است که خدا وجود دارد. این چگونه توانست سخن بگوید؟ این از کجا آمد این سخن را که خدا وجود ندارد به زبان آورد؟ چگونه میتواند کسی بگوید خدا وجود ندارد؟ همین که آمد و گفت خدا وجود ندارد نشانه وجود خداست، و او در حقیقت نمیفهمد چه میگوید. اگر بفهمد و بداند با زبان بی زبانی میگوید که خدا وجود دارد. چرا؟ چون که همین ها از قدرت الهی است. چه کسی، سنگ میتواند سخن بگوید؟ آیا درخت میتواند سخن بگوید؟ همه این هایی که وجود دارد، اون عقل و شعور و فکر و اندیشه رو چه کسی در او آفریده است؟ اصلا چه کسی این اختیار را به او داده است تا دهانش را باز کند و بگوید خدا وجود ندارد؟ همین که همچنین است در مورد بت. کسی که بت را میپرستد واقعا بت را میپرستد. مولانا شبستری میگوید اگر مسلمان بداند که بت پرستی چیست، میداند که دین در بت پرستی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه کسی که بت را میپرستد واقعا بت قابل پرستیدن است. او محل را اشتباه کرده است، او دارد بت را میپرستد ولی در حقیقت دارد خدا را میپرستد. یک حس عبودیت در او وجود دارد، او آمده است به سراغ بت، گمان میبرد که اوست که او را آفریده است، ولی در حقیقت در اصل و اساس قضیه دارد خدا را میپرستد. بنابراین بت پرست هم خدا پرست است. هر کسی که چنین باشد، هر کسی هر کاری که میکند گواه بر وجود اوست، حتی اگر میگوید خدا نیست گواه بر وجود خداوند است. حتی اگر بت را پرستش می کند از ظاهر معلوم است که او خدا را دارد پرستش می کند، منتها محلش را اشتباه کرده است، جایش را اشتباه کرده است، نام خدا را نمی داند.
از ظاهر لذی، ظاهر کنندهی که تمامی آیاتش برای عقول آشناست و روشن است. بنابراین هیچ انکار کنندهی وجود ندارد که انکار کند خدا را. الباطن الذی کل ذره فی السماوات و الارض علی وحدانیته علم شاهد. آن باطنی که باطن، کسی که خودش باطن است و هم بقیه رو در بحث فرو میبرد، پنهان میکند، مخفی میکند. ظاهر هم خودش ظهور دارد، هم ظاهر کننده دیگران است. از اسماء الله الحسنا هست این. هو الظاهر و الباطن، هو الاول و الاخر. همین برنای آیات قرآن این رو میفرماید. باطنی که همه ذره ها در آسمان ها و زمین بر وحدانیت او علمند و شاهدند. علم به معنای پرچم هم هست. علم رو برای چه استفاده میکنن؟ پرچم میزنن معلوم شود که این چیست. اینجا علم توحید را برافراشته است. همه ذرات جهان علم توحید برافراشتند. همه با زبان بی زبانی خود میگویند ما رو آن باطن در دنیا آورده است، در وجود آورده است که ما همه خودمان تسبیح گوی او هستیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. شاهد است و شهود دارد. از سماع قبته و ایوانه. آسمان قبه او، گنبد او و ایوان اوست. گنبد همان چیزی است که بر روی جایی می‌سازند. ایوان جایی است که مانند تراس، مثلا ایوان همان تراسه که جاهایی رو می‌ساختن که رویش باز است ولی از ساختمان‌ها می‌آید بیرون. اینها هم همه از آیات قرآن گرفته شده است. از سماء قبته و ایوانه. آسمان قبه الهی و ایوان الهی است، جایگاهی است که در آنجا می‌توان خدا رو دید. و الارض فراشه و میدانه. زمین هم فراش اوست. فراش به معنای بستر هست، بستر رخت خواب، و هم به معنای گستردگی و فرش است که در قرآن هم هست که ما آسمان رو برافراشتیم و زمین را فرش قرار دادیم برای انسان ها. فرش همان فرشی است که است، یعنی زمین پوشیده است از حکمت الهی. و میدان، میدان جایی که جای جولان است، جای رفت آمد و حرکت است. البسیتو بساتون و شازربانه. پس فرمود از سماع قبته و ایوانه و الارض فراشه و میدانه البسیت بساتون و شازربانه. زمین فراش اوست، میدان اوست، میدان بسیط اوست، میدان گشاده اوست. می روید یک جایی می بینید که زمین چقدر وسعت دارد، چقدر عظمت دارد این کره زمین. بساتون و شازربانه. بساط اوست، بساط چیزهاییست که پهن می کنن. یعنی افراد می آیند و وسایلشان رو یک جایی پهن کنن. بساطی که در منزل است، بساطی که در مغازه ها هست، همه اینها بساط است. یعنی هر چه که شما میبینید آمیخته و زیبا و در شکل خود در شرایط خود مقرر شده است. کوه را میبینید، اینها بساط الهی است. کوه را، جنگل و درخت رو، دریا رو، همینها بساط الهی است که در فرش زمین برافراخته و همه اینها رو در اختیار ما قرار داده است. و شازربان، شازربان کلمه عربی است. بعضی به اشتباه گفته ان که شازربان فارسی است. نه، کلمه عربی است، از شزر میاد. شزر یعنی چیز کم، چیزی که کم پیدا می شود. شازربان چیزی که اندک پیدا می شود. پارچه ای و پرده ای بود که بر جاهای خاص می انداختن، از جمله در قسمت هایی از چین، در ترکمنستان و در قسمت هایی از یونان و هند. اینها پرده های خیلی بزرگ و وسیعی رو در برابر در حقیقت ساختمان ها می افراشتن. گاه هم بر روی آن پرده ها یک چیزهایی رو نقش می کردن. مثلا در هندوستان مشهور بوده روی آن شیر نقش می کردن. در جاهای دیگر همین بود، آن شیری که، شیر علمی که مولانا میگوید،
گویا از دوران کودکی در ذهن مولانا اینها رو بوده، این شازروان‌ها رو دیده، این پارچه‌ها رو دیده که بر رویش عجایب خاص نقش می‌کردند و تا مدت‌ها قبل بود اینها. من در بعضی از خانه‌های قدیمی می‌دیدم، اکنون هم در بعضی از روستاهای ما این شازروان هست، پرده‌های خیلی بزرگی که رویش منظره‌های جالب و زیبایی رو ایجاد می‌کنند. اکنون تقریبا در شهرها منسوخ شده این قصه. شازروان یعنی این، یعنی اینهایی که شما می‌بینید، این طبیعت زیبا همه شازروان الهی است، همه آن پرده‌های پارچه‌ای زیبایی است که خداوند آویخته است تا ما هر لحظه ببینیم و لذت ببریم. و انه قلوب العارفین اکرته و القضاء سولجانه. قلوب عارفین اکرده او هست، اکرده یعنی کره ها، کره یعنی این توپ ها، کره به معنای کره القدم میگن، اکثر نام استفاده میکنن، کره القدم یعنی فوتبال، کره الید یعنی والیبال، مثلا با قدمشان اینا کره توپ بازی میکنن. اکره جمع کره هست، اکرتهو قلوب عارفان توپ های او هست، خیلی تعبیر زیبایی است. توپ است و القضاء سولجان. سولجان که در فارسی آمده و به چوگان مشهور شده است، همان سولجان است. بعضی میگن چوگان رفته است و سولجان شده است. نه، اشتباه است، برعکس است. سولجان رو مفرس کرده اند و آورده اند، چون که ما اگر ببینیم در همه موارد ببینید همه جا سولجان هست، چوگان اصلا خبری نیست. شما در متون شعری و متون ادب فارسی ببینید اصلا خیلی جاها متون اصلی سولجان است، بعدها آمدن و این رو مفردس کردن، سولجان رو تبدیل چوگان کردن. این هم یک بحث ادبی است که چوگان میگوید قلب‌های عارفان توپند، اکره هستند و اینها چی هستن؟ اینها چوگان هستن، قضای الهی چوگان است. خیلی زیباست. آیا توپ در برابر چوگان، در برابر سولجان از خود قدرتی دارد؟ نه. این همان تعبیر عرفاست، همان تعبیر جبر کامل عرفاست. عرفا به طور کلی در حیطه عشق و در همه حیطه ها چنین است، عرفا به طور کلی رابطه عاشق و معشوق رو رابطه توپ و کره با آن چوگان و سولجان بیان کردن. آیا آن او که می آید و می کوبد، خب به هر حال اگر آن توپ ضربه می خورد، خب معشوق باید به عاشق ضربه بزند، بعد تا نزده است او از جای تکان نمی خورد، همانجا نشسته است و وقتی که آن چوگان آمد با آن ضربه، هر ضربه‌ای که می‌خواهد آرام بزند، شدید بزند، همه آنها به اختیار معشوق است. او را به هدف خاصی هدایت کند و چون چوگان رو از یک از منزل به در می‌بردند، از جاهایی که اینها خط‌کشی می‌کردند، مثل بازی‌های امروزی که خط‌کشی دارد، فوتبال، والیبال خط‌کشی دور چمن دارد، آنها همچنین می‌کردن. هر کسی می‌توانست که این گوی را از میدان به در ببرد، گوی را از میدان بیرون کند، او برنده بود. خب آن معشوق آمده است، می‌خواهد گوی عاشق رو از میدان طبیعت، از میدان زمین و آسمان بیرون ببرد، از میدان ناسوت بیرون ببرد و به سمت ملکوت بکشاند و اینجا دیگر هیچ اختیاری در نزد آن توپ و در نزد آن عاشق نیست، همه اختیار در نزد معشوق است. بخواهد به هر شکلی که بخواهد میتواند این چوگان رو بزند. والقضاء سولجانه، قضای الهی و قضای معشوق سولجان او. الجنت و رحمته و خازن الجنه رضوانه، جنت رحمت اوست، بهشت رحمت اوست و خازن جنت رضوان اوست. رضوان، خازن یعنی کسی که مخزنها و زیبایی های جنت در دست او هست،
خازن جنت، رزوان و بهشت. رزوان خیلی زیباست. رزوان از رضیه می آید. رزوان با می گوین بالاترین درجه بهشت رزوان است. چرا؟ یعنی بشر به جایی می رسد که به مقام آدم می رسد، به مقام انسان کامل می رسد و در آنجا رزوان برای او می آید. رزوان جایی است که انسان در آنجا راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، که الله از اینان راضی است و اینان هم از راضی از او راضی هستند. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. راضی و مرضی همان رضوان است. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب این دخول در عباد و دخول در جنت به این واسطه است، چون که می آید و در حقیقت همه رو به آن سمت می برد. النار سجنه و مالکها سجانه. نار آتش، آتش دوزخ سجن اوست، زندان اوست و مالکها سجانه و مالک او، مالک آتش زندانبان او هست، سجان او هست. سجن یعنی زندان، سجان کسی که زندانبان است بر وضع فعال. القیامت و مجمع هول اکبر. قیامت مجمع و محل جمع شدن بزرگ است. قیامت کبرا جاییست که مجمع اوست، همه از پیشینیان و پسینیان همه رو در آنجا جمع میکنه. و مظالم هول اعظم و مظلمه های او بسیار بزرگ. مظلمه جایی که به ظلم یکی بر دیگری رسیدگی می شود. مظلمه یعنی جایی که به مظالم رسیدگی می شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره مکیاله و میزانه. خب قیامت رو آورد و می خواهد که دیوان عدالت رو برقرار کند. مکیالش و میزانش. مکیال از کیل است. کیل یعنی پیمانه. مکیال بر وضع مفعال اسم آلت است، معنای چیزی که پیمانه. مثلا قدما مثلا شیر را با پیمانه میدادن، یک پیمانه، دو پیمانه، یا چیزهای دیگر رو با پیمانه، مثلا گندم رو با پیمانه های بزرگ یا کوچک میفروختن. مکیال یکی هم میزان است که مفزان بوده، بعضی ها پیمانه ای بوده، بعضی کالاها، بعضی ها وزنی بوده. مبزان بوده که واو ما قبلش مکسور بوده، تناسب با یا داشته است، واو تبدیل به یا شده است، شده میزان. مبزان یعنی اما مفعال یعنی وزن، از وزن می آید، یعنی وسیله وزن سنجی و همان تراز. و مکیاله و میزان. مکیاله و میزان او چیست؟ آن چیزی که با آن میزان میکند و حساب و کتاب میکند خداوند گناهان و ثوابها رو بررسی میکند چیست؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. پس هر کس عمل کند مثقال ذره، به اندازه سنگینی یک ذره خیر کند، یره میبیند آن را، خدا میبیند یا خلق میبیند. خب هر دو ممکن است که هم خدا میبیند که ما چقدر مثقال ذره خیر کردیم، یا اینکه غالبا گفتن یرهو رو آوردن و گفتن که مراقب باشید این حساب کتاب خیلی سخته. اکنون با یکی از اعضای جلسه نمیدونم تشریف دارن یا تشریف بردن صحبت میکردیم، میفرمودن که جوانان ما خیلی بی‌اعتقاد شدن نسبت به مسائل. هرچه از خدا میگیم میگن اینها مثلا درست نیست، صحیح نیست. خب علتش رو از من میپرسیدن، من گفتم علتش اینه که ما دینی که مطرح میکنیم دین قلاز و شداد است، دینی است که هیچ جوانی را به خودش جلب نمیکنه. چرا باید بیاید و یک سری کارها را انجام بدهد و وقتی میبیند عهده‌دارش نیست، یک عمر بر خاطر 60 سال بدی برود در جهنم بسوزد؟ چرا باید جوان بیاید سراغ چنین دینی؟ چرا باید بیاید و بگوید که بپذیرد آنچه را که من میگویم؟ خدایی که کارش این است که گناهکاران را در آتش میسوزاند،
خب این چه خداییست، چه چنگی به دل انسان میزند؟ چرا جوانان ما از دین، از مذهب، از اینها جدا افتادن؟ مشکل واقعا مشکل بزرگیست، مشکل مهمیست. ما خدایی که معرفی میکنیم همین است. یه ذره غلط بکنی اونجا حسابتو در میارن، حسابتو میرسن. یک ذره، مثقال ذره شر کنی، یه ذره شر بکنی، مثقال ذره یعنی به اندازه یک ذره، خیلی کمه دیگه، اونو خواهی دید. اونم میگه که بابا ما که عمرمون اصلا همش در باطله. یک دفعه به خاطر اینکه مقابله کنن میگید اصلا اینها درست نیست، اصلا قیامتی وجود ندارد. چون میخواهد خود را از سنگینی برهاند میگید قیامتی وجود ندارد. ما مجبوریم برای اینکه جوانان ما به سمت دین و به سمت حقیقت ها بیایند، مجبوریم قرائتمان از دین را عوض کنیم. قرائت رحمانی از دین داشته باشیم، نه قرائت غضبانی و خشمگینانه. این قرائت های خشمگینانه، غلاظ و شداد که همش در آتش خواهی سوخت و چه خواهد شد چه خواهد شد، همه رو از دین جدا می کنن. ما خدمتی نکردیم. بعضی ها آن حرف هایی که پاپ جدید مسیحیان حدود یک سال و نیم قبل گفت، دو سال قبل گفت که آقا همه بیان، خیلی ها متوجه نشدن، نفهمیدن و به او خورده گرفتن. نه، خورده گیری نیست. گفت حتی بی خدا ها هم میتوانن مورد رحمت مسیحی واقع شدن. او میفهمد. او میفهمد برای اینکه انسان ها رو در جرگ مسیحیت نگه دارد، لازم است آتئیست ها هم مورد رحمت و مرحمت مسیح قرار بگیرن. او میفهمد این رو. ولی ما نمیفهمیم همون. ما میگم به جهنم، هر چه میخواهد باشد. حق این است، میخواهد بیاید، میخواهد نیاید. ولی او میفهمد، پاپ مسیحیان میفهمد که اکنون میبایست که اگر میخواهیم افراد رو حداقل در ظاهر، در قلبشان به مسیح امیدوار کنیم، به دین امیدوار کنیم، بایستی این تساهل و تسامح رو داشته باشیم. این یک مشکل عمده. بنابراین اگر ما بگیم که یرهو یعنی انسان، من یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، هر کس عمل کند مثقال ذره او را خواهد دید، هو به چه برمیگردد؟ به خیر برمیگردد. و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو، هر کس به اندازه سنگین میبیند. ولی آن طرف هم بگوییم که چقدر خداوند لطف دارد. یعنی اینها رو بگوییم که اگر تو آمدی به کسی خوبی کردی، در برابرش بدی کردی، این خوبی و بدی با هم به قول امروزی ها بالانس خواهد شد. میزان یعنی این دیگه، میزان ترازو. یعنی چه؟ یعنی این که خوبی ها رو میارن، بدی ها رو میارن و کفه اینها هر کدام سنگین تر شد به سمت آنه. خب بیا کارهای خوب کن تا که کارهای بدت از بین برود. هیچ چیزی در جهان از بین نمی‌رود، حتی یک به اندازه سنگین یک ذره کار ما، فعل ما از بین، عمل ما از بین نمی‌رود. ولی نهایتاً مجبور هستیم که اینها رو با هم توازن دهیم. مکیاله و میزان عمل عالمین رعفتو، تمامی عالمیان، عالمیان یا عالمین یعنی عالم‌ها، که ما به عالم‌ها معتقد، عالمین جمع عالمین یعنی عالم ها، عوالم فراوانی که وجود دارد. اما عمومیت دارد عالمین رعفته، تمامی عالم ها، تمامی جهان ها رو رعفت و مهر و محبت او گرفته است و عمیم است، همه جا رو در بر گرفت. و احسانو، احسان الهی همه جهان ها رو در بر گرفته است. و شمل العاصین رحمته و غفران، و شامل شده است به شامل اهل عصیان، شامل گناهکاران شده است رحمت او و غفران او. رحمت الهی و بخشش الهی شامل گناهکاران شده است. من غاص فی بحر اوصافه کل لسان، هر کس در دریای اوصاف الهی
غوص کند، حرکت کند، شنا کند، کل لسانو، زبانش بند می آید، دیگر نمی تواند بگوید، وصف او را نمی تواند بگوید. و من جال فی میدان جلاله تقاعسه، و هر کس که جولان دهد، حرکت کند در میدان، جای گردی بوده است که معمولا جولان می دادن و گرد می گشتن. جولان هم یعنی گرد گشتن. و من جال فی میدان جلاله تقاعسه، و هر کس که در میدانهای جلالت و عظمت او جولان بدهد، تقاعسه، کلن جلال او او را منکوب خواهد کرد و تقاعس پیدا خواهد کرد. یعنی هیچ کس نمیتواند در میدان جلال او خود را نشان بدهد، حتما از بین خواهد رفت، چون میدان جلال او مخصوص خود او. و انتال جولان، هرچند که جولان او و حرکت او طول بکشد، وقتی در میدانهای جلال جلالیت الهیت او جولان میدهد، حرکت میکند، تقاعس، او دیگر از بین رفته است و آن جولان او هیچ بهره‌ای و فایده‌ای برای او ندارد. کل یوم هو فی شأن، هر روز او در کاری است. یعنی اینکه آمده است میگوید من جلال الهی رو تشخیص دادم، معلوم است که اشتباه کرده است. او هر روز جلالش به گونه دیگر، هر روز جمالش به گونه دیگر، هر روز هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، رو کرد و نهان شد. مولانا میگوید هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. او هر لحظه در شکلی است، هر لحظه به صفتی دیگر خود را نشان میدهد. چرا که کل یوم هو فی شأن، او ثابت نیست هر لحظه. فحذر او مخالفت من هاذا شأن، پس حذر کنید از مخالفت کسی که شأنش این است که هر روز در شأن است، از مخالفت چنین خدایی حذر کنید. بعث نبینا محمد صلی الله علیه و سلم، نبی ما، رسول ما، پیامبر ما رو مبعوث کرد، محمدی که صلوات خدا بر او و تسلیم الهی بر او باد. خیلی جالبه صلی الله و سلم، این سلم یعنی چه؟ خیلی جالبه. یک جایی میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، آیه قرآن میفرماید که خدا و فرشتگانش به پیامبر صلوات میگویند، یعنی درود میفرستند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، صلوا علیه و سلموا تسلیما، به او درود بفرستید، به او صلوات بگویید و سلموا تسلیما. مهم اینجا سلموا یعنی تسلیم شوید، تسلیم شدن، یعنی تسلیم و مطیع و منقاد محض رسول باید شد. النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، آیه دیگر فرمود نبی از نفس خود مؤمنان بر ایشان اولاست. پیامبر هر چه فرمود باید اون انجام شود و هیچ کس حق ندارد که از اون از قال لهم ان یکون لهم الخیره. در آیه دیگر هست که انسان ها هیچ اختیاری ندارن که مثلا پیغمبر بگوید چنین کن، او هم مثلا کار خلاف آن انجام بدهد. اختیاری ندارد انسان در برابر نبی الهی، اختیار ندارد، یعنی حق ندارد که راه دیگری برگزیند. و الا میتواند، خیلی هستن به سخن پیغمبر گوش نمی کنند، میگن پس ما اختیار داشتیم، ما گوش نکردیم. مهم و مسئله این است که کسی حق اعتراض به نبی ندارد که یا نبی الله شما مثلا این را اشتباه گفتی یا این را چنین کن. قرآن میگوید اینا اختیاری ندارن، ان نبی اولا بالمؤمن من انفسهم. پس خدایی که پیامبر را فرستاده و بر این پیامبر صلوات میفرستد، خودش میگوید تسلیم شوید. معلوم از خود خدا هم تسلیم شده است و خود خدا هم به سلم با رسولش و با نبیش رفتار میکنه. یعنی خدا یه زمانی از معشوق با به عاشق تسلیم شد، معشوق تسلیم عاشق میشد. وقتی دیگر
مقام مقام فنا فی الله و بقا فی الله رسید، وقتی مقام بقا رسید دیگه آنجا دوئیتی وجود ندارد. عاشق که خود را تسلیم معشوق کرد، معشوق هم وجودش و خودش را تسلیم عاشق میکرد. این سلمه همین است. و سلمه تسلیمن کسی را، محمد سلمه یعنی تسلیم کرد همه رو و خودش هم تسلیم شد. العنایت الازلیه بضاعت، عنایت ازلی خداوند، عنایت همیشگی خداوند بضاعت اوست. بضاعه یعنی پاره، بضاعت چیزی که انسان به دست می آورد، دستاورد. بضعه یعنی پاره، انسان بتواند یه پاره از چیز را به دست بگیرد، میگن این بضاعت اوست، آن بضعه است که او توانست از این دنیا برای خود بگیرد، در نظر بگیرد. و انشقاق القمر اشارته، این منشق شدن قمر و شق القمر اشاره اوست، با یک اشاره که دو انگشت مبارک را آورد جلوی بناب درخواست کافران در آن شب لیل مقمره، آمد و وقتی انگشتانش را از هم باز کرد ماه بدونیم شد، ماه 14 شب، ماه تمام، یکیش به سمت شرق رفت یکیش به طرف غرب رفت. این میگه اشارهش این است، یه اشاره کوچک کرده، ببین که چقدر او مورد عنایت است. و این یکاد الذین کفروا تعویذه و تمیمته، تعویز او باز، تعویز یعنی آن چیزی که انسان برای عوض و پناه گرفتن از شیاطین، از اجنه، بر بازو یا بر جای دیگر می نویسن، معمولا سحر باطل و سحرهایی است که معمولا می نویسن. میگه تعویزش چیست و تمیمتش چیست، بازوبندش چیست. و این یکاد الذین کفروا، آن آیه مشهور است، و این و اگر یکاد الذین کفروا نزدیک است که الذین کفروا، آنان که کافر شدن، لیزلقون که به ابصارهم، تو را زلق بصر کنن. امروزی هم میگن منظور هیپنوتیز، هیپنوز هست، مثلا نگاه میکردن و سعی میکردن حضرت رو تحت تأثیر نگاه خود و تحت تأثیر روح قوی خود قرار دهن. لیزلقون که به ابصارهم، با چشمانشان اینها میخواستن تو را زلق کنن، زلق بصر کنن، یعنی تو را در آن جایی که هستی مثلا میخکوب کنن یا تو را وادار کنن که یک کاری را انجام بدهید. از راه نفوذ ذهنی میخواهند بر تو سیطره پیدا کنن. و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر، آنگاه که ذکر را، نام الهی رو، به قرآن رو شنیدن، لیقولون انه لمجنون، میگویند او مجنون است، او دیوانه است. میدانید که سحر بر دیوانه کارگر نیست، سحر بر انسان عادی کارگر است، زلق بصر بر انسان عادی کارگر است. اینها که زلق بصر میکردن و خدا به استعاذه خود و به پناه خود اذن نمیداد که اینها بتوانند بر پیغمبر تأثیر بگذارند، بنابراین اینها میگفتن این دیوانه هست و چون اصلا هیچ تأثیری نمیپذیرد. اگر عاقل بود ما آنچنان که زلق بصر میکردیم این حتما به سخن ما و به راه ما در می آمد. خب میگوید تعویزش این است، که تعویز خوبی هم هست، میگن که برای جلوگیری از چشم زخم و اینها، گویی که بعضی ها چشم زخم رو خرافات می دانستند، ولی اکنون علم هیپنوز، علم جدید، علم جدید روانشناسی این چشم زخم رو کاملا ثابت می کنه و امری بسیار، البته خیلی چندین ساله که 70-80 سال این از نظر علمی ثابت شده، چشم زخم یعنی با چشمش کاری بکند و اثری رو در آن بگذاره. ولی خب چون ما از علم به طور کلی دور هستیم اینها رو خرافه میدانیم. اگر به سخنان دانشمندان مثلا اروپایی امریکایی توجه کنن میبینن که این یک امر بدیهی است و قرآن هم به یک امر علمی اشاره کرده، 100% مسئله علمی هست. و ما زاغ البصر و ما طغى همته و رتبته، ما زاغ البصر و ما طغى، هست که چشم او، راجع به این قبلا سخن گفته ایم، چشم او منحرف نشد و ما طغى و طغیان نکرد. وقتی که در معراج حضرت رسول رفت روبروی معشوق ایستاد
دنا فتت الله فکان خواب قوسین و ادنا به اندازه دو قوس دو کمان یا نزدیک سر شد به ذات الوهیت، ذات الهیت. آنجا میگوید که ما زاغ البصر، آیه قرآن است، چشمش به آن طرف و این طرف نرفت، چشمش به دیگری نگاه نکرد، فقط منظور نظرش معشوق بود، چشم از معشوق حتی یک لحظه هم بر نداشت. هی خدا گفت که این عرش را ببین، این عرش من را ببین چقدر عظیم است، این فرش را ببین، این فرشتگان را ببین. اما پیامبر گفت من فقط جمال تو را میخواهم، مرا چه با فرشتگان، مرا چه با ملائک، مرا چه با عرش. گفت به بهشت نگاه کن. گفت من چه کاری دارم با جمال جمیل معشوق، من چه نیازی به بهشت دارم، من بهشت نمیخواهم، بهشت روزگار من، بهشت حقیقی من جمال حضرت معشوق است. ما زاغ البصر و ما طغى، طغیان نکرد، یعنی نه آن چشمش به این ور آن ور افتاد و نه اینکه در نگاهش طغیان و زشتی بود، نگاهی که نگاه زل زننده، نگاه شنی باشد، نه، نگاه بسیار عاشقانه، نگاه پر از مهر، پر از وفا، پر از عشق. همت او مازاغ البصر و ما طغى، همتش آنقدر بالاست که مازاغ البصر و ما طغى در مورد او آمد و رتبه اش هم مازاغ البصر. از دنیا مفقوده، دنیا مفقود رسول است. یعنی چه؟ خود فرمود ان دنیاکم مفقودی، گفتن چه چیز در تو وجود ندارد، تو چه چیز را نمیخوای؟ گفت دنیای شما را نمیخوام. ول عقبا موجوده، و عقبا و جهان آخرت موجود او بود، دنیا مفقود او بود. ار رب معبوده و معبوده مقصوده، رب معبود او بود، معبود او، مورد عبادت او رب بود، حضرت رب بود، و معبودش مقصودش بود. اینجا ول معبوده مقصوده نوشته، غلطه دیگه، یا باید بگوید ول معبوده مقصوده، یا بگوید که و معبوده مقصوده. نمیاد هم زمیر، نمیشد هم زمیر بیاد هم الف لام تعریف بیاید. و معبوده مقصوده، معبودش مقصودش، ربش معبودش هست و معبودش هم مقصودش، آنچه قصد می کند فقط معبود است. و الله عاصمه، خداوند عاصم اوست، نگهدارنده اوست، عصمت اوست، او که عصمت دارد و معصوم است، خداوند عاصم اوست. خب این که به عصمت پیغمبر معتقد باشد، معلوم است مولانا از اول به عصمت پیغمبر معتقد بوده است. این کلمه کاملا عصمت پیغمبر هم در میان نهله های اسلام شیعه به عصمت کامل پیغمبر معتقد است. اهل سنت به عصمت نبی معتقد نیستند. چرا میگویند که نبی در فقط در مورد اخذ قرآن معصوم است، در سایر موارد معصوم نیست، گناه می کند، ولی شیعه می گوید از اول تا آخر او معصوم است و عصمت دارد. و این که میگه والله عاصمه، این عقیده شیعه هست. و خواهیم گفت در آینده می گوید که قصه ای نقل می کند از جناب عبدالمطلب، چنان میگوید که عبدالمطلب رو مسلمان نشان میدهد و دیندار نشان میدهد، موحد نشان میدهد مولانا، و آمنه رو و حضرت آمنه، یا اینجا ایمنه گفته، یا حضرت عبدالله رو مؤمن میداند مولانا. این هم کاملا با اصول اساسی اهل سنت مخالفت. هر چهار مذهب پدران، آبا و اجداد رسول را، هر چهار مذهب اهل سنت، معصوم نمیدانند، اصلا مؤمن نمیدانند، نه تنها معصوم نمیدانند، مؤمن نمیدانند. خیلی از علمای ما هم آبا و اجداد رو معصوم نمیدانند، ولی مؤمن میدانند و معتقدند که همه باید مؤمن باشند، پدران انبیا و آنها باید مؤمن باشند، باید موحد باشند، از شرک به وجود نیامده باشند. خب اینجا مولانا باز در آنجا به آن توجه دارد.
یعنی اینها همه علامتهای شیعی است که الان خواهم گفت. الان می آید و از کسانی سخن می گوید، ولی اگر از صدیق و فاروق و ذوالنورین سخن نگوید، نخواهد توانست از مرتضی سخن بگوید. آن اسامی را می گوید تا بتواند مرتضی را بگوید، تا بتواند آن عقیده خود را ابراز کند. خب والله عاصم، خدا نگهبان اوست، جبرئیل خادمه، جبرئیل خادمه است. باز هم این نکته خیلی مهمی است. از نظر اعتقادی اهل کلام، حتی خیلی از متکلمین اهل سنت، خیلی از فیلسوفان اهل سنت و متکلم اهل سنت، جبرئیل رو بالاتر از پیامبر میدانند. شیعه هست که غالبا پیامبر رو بالاتر از جبرئیل میدانند و امامان رو بالاتر از جبرئیل میدانند. این نظر شیعه هست. اینجا هم همین نظر شیعه هست، جبرئیل خادم اوست. یعنی بر اساس نظریه اهل سنت، رسول مرتبه پایین تری از جبرئیل دارد، اما اینجا میگوید جبرئیل خادم اوست، یعنی مقامش خیلی پایین تره، چون مقام شخص و خادم او بسیار با هم دیگر متفاوت است. یعنی جبرئیل خدمتگزار حضرت رسول است. این هم باز نظریه است نزدیک به نظریه کلامی شیعه. و البراق و مرکبه، مرکب او، اسب او براق است. براق که در آنجا به آمد و به معراج رفت پیامبر. و المعراج و سفرتو، سفر او معراج است، او که سفر می کند به معراج می رود. و سدرت المنتها مقامه، سدرت المنتها مقام و جایگاه او سدرت المنتها است. سدرت المنتها یک درخت است که در منتهای عرش و در منتهای این عوالم هست، در منتهای عالم ملکوت و جبروت است. و در قرآن آمده که عند سدرة المنتهى، پیامبر رفت تا نزدیک سدره منتهى. راجع به این اکنون فرصت نیست، بعداً راجع به سدرة المنتهى و نظراتی که دارند، خصوصا ابن عربی سخنان خیلی خیلی زیبایی راجع به سدرة المنتهى دارد که انشالله در وقتش بیان میکنیم. سردت و منتها مقام است، مقام محل ایستادن، محل قوام. و قاب قوسین مطلبو، قاب قوسین، قاب قوسین یعنی قاب، قاب یعنی اندازه دیگه. قاب قوسین به اندازه دو کمان، قوس یعنی کمان، قوسین یعنی دو کمان. دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنو، قاب قوسین مطلبو، مطلب او و مورد طلب او قاب قوسین است. یعنی فقط وصال میخواهد، آن هم وصال بسیار نزدیک که به اندازه دو کمان یا کمتر از آن با خدا فاصله داشته باشد. و مرامه، و مرام او، و هدف او، و خواسته او. مرام از رمی میاد، مرام چیزی که انسان یک تیر را میاندازد، میخواهد به آن نقطه و هدف اصلی بخورد. مرام هم یعنی این از رمی است، یعنی اینکه انسان آن هدف نهایی که دارد به آن برسد، به آن میگن مرام او و خواسته او. و صدیق عاشق او و مستهامه، و صدیق عاشق او و دلباخته او. الفاروق عدل او و حسامه، فاروق عدل او، قاضی او و حسام و شمشیر او. و ذوالنورین و صاحب دونور، ختن او و امامه. ختن یعنی کسی که با کسی پیوند ازدواج داشته باشد، مثلا پیامبر پدر زن عثمان بوده است، و حالا بعضی معتقدند که دو دختر پیامبر که رقیه و ام کلثوم بودند، دو دختر پیامبر که زن پسران ابولهب بودند، زن پسران ابولهب بودن، ببخشید، زن پسران ابوجهل بودن. ابوجهل وقتی که پیامبر اسلام رو مطرح کرد، گفت که پسرانش گفت که این رقیه به ام کلثوم رو که با
دختران پیامبر بودن طلاق بدن. طلاق دادن، بنابراین عثمان آمد اول با رقیه و بعد با وقتی رقیه وفات کرد با ام کلثوم ازدواج کرد. اخیراً تحقیقات جدیدی رو بنده در این مورد انجام دادم و معلوم شد که اصلاً این رقیه و ام کلثوم دختران پیامبر نبوده است. که این رو بگویند که به عنوان چیزی که مثلا خب اگر عثمان مثلا چنین بود و چنان بود چرا مثلا پیامبر دخترانش را به او داد، این گویا یک بهتانی است که گفتند. و این ام کلثوم هنوز در حال تحقیق هستند دیگه، ولی نتایج تحقیق تا اینجا به دست آمده که ام کلثوم و رقیه در حقیقت فرزند خود رسول نبوده است، خواهر زاده اش بود، از خواهر ناتنی او، دختران خواهر ناتنی پیامبر بوده، گویا شیما بوده آن خواهر. و چون خواهر ناتنی بوده، چون خواهر ناتنی بوده و کسی را نداشته، پیامبر خود به عنوان بچه های خود از اینها مراقبت کرده، اینها رو داده بود به پسران ابو اشتباه از من ابو جهل یا ابو لهب. و از آنجا هم باز در تاریخ اختلاف است که پسران ابو جهل در حواله نکاح پسران ابو جهل بوده یا در حواله نکاح پسران ابو لهب، اما خب یکی را انتخاب کرده اند. این رقیه و ام کلثوم در حقیقت فرزندان خواهر ناتنی پیامبر که شیما بوده است بوده، و چون خواهرش بوده پیامبر به عنوان بزرگ اینها رو به ازدواج داده است، همچنان که مشهور عرب بود. و بعدا هم این را به اینها رفتن و دیگر اذن ولیشان لازم نبود و رفتن و با عثمان ازدواج کردن و عثمان از آنها خواستگاری کرد. بنابراین این هم یک مسئله مهمی است که این تحقیقات جدید این ذوالنورین بودن عثمان رو زیر سوال میبرد. حال کاری نداریم، فقط بایستی بیشتر تحقیق کرد. ول مرتضی شجاعه و سمسامه، و مرتضی و حضرت علی علیه السلام شجاعه، شجاع رسول بود، و سمسامه، سمسام یعنی شمشیر بسیار برا و برنده، و شمشیر او بود. علیهم رضوان الله و سلامه، سلام خداوند و رضوان الهی بر ایشان باد. به حد کافی شما رو خسته کرد این مقدمه، ولی خب اندکی هم یک رو وقت داریم، اندکی هم از این بخوانیم تا اینکه ببینیم چه بیم. مناجات. ای ملکی که ذاتت باقی و قائم است، و ملکی و دولتی که تو بخشی دائم است. خب اینا هم روشنه دیگه، ملکی که ذاتت باقی و قائم به ذات است، خداوند هم قائم به ذات است و هم ذاتش همیشه باقی هست. و هو الباقی بعد فنای کل شیء، او باقی است بعد از اینکه همه چیز از بین رفت. و ملکی و دولتی که تو بخشی دائم است، و ملکی و دولتی یا ملکی و دولتی، چه ملکیت ببخشید، چه ملک ببخشید، چه دارایی ببخشید، همه اینهایی که ببخشید تو دائم است. هم پادشاهی تو دائم است، هم ملک تو، هم ملک تو. ملک توحید من تو داده ای، پادشاهی توحید به ما تو داده ای، بی سابقه خدمت و بی لاحقه طاعت. بدون اینکه ما به تو در خدمت تو باشیم، ای خدا ما به تو خدمت کرده باشیم، تو به ما پادشاهی توحید را داده ای، لطف کرده ای، ما را موحد قرار داده ای. و بی لاحقه طاعت، سابقه لاحقه، سابقه آنچه که قبلا می آید، لاحقه آنچه که بعدا می آید، ملحق می شود به آن حقیقت. یک حقیقتی است، قبل از آن را سابقه می گویند، بعد از آن را لاحقه می گویند. بی لاحقه طاعت یعنی ما سابقه خدمت نداشتیم، ما در خدمت تو نبودیم، تو ما رو موحد کردی، بعدن هم که ما را آفریدی ما عبادتت را نکردیم و اطاعتت نکردیم، اما تو
بدون اینکه ما تو را اطاعت کنیم تو باز هم توحیدت را از ما نگرفت. تاج زرین و لقد کرمنا و فرق ما نهادیم. تاج طلایی و لقد کرمنا بر سر ما گذاشت. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر. فرمود و لقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم رو، فرزندان حضرت آدم رو کرامت دادیم. یعنی این آیه آیه است که کرامت بشر و کرامت بنی آدم رو نشان میده، کرامت وجود بشری رو، کرامت انسانی رو به ما نشان میدهد. ولقد کرمنا بنی آدم یعنی ما تکریم کردیم. بنابراین چون انسان مکرم است باید آزاد باشد. انسان نمیشود تکریم شود ولی آزاد نباشد. انسان نمیشود تکریم شود ولی آگاه نباشد. انسان نمیشود تکریم شود و به سخنانش توجهی نشود، اختیار نداشته باشد، اراده و آگاهی نداشته باشد. به ناشکری ما و به تقصیر ما به تاراج قهر از سر ما برمگیر. به تاراج قهر از سر ما برمگیر. ما که ناشکری میکنیم و قصور میکنیم، خداوندا این قهر تو می آید، خشم تو می آید و ما را تاراج می کند، از سر ما این را بر ندار. البته قهر خشم نیست، من اشتباها این لفظ رو گفتم. خداوند خشمگین نمی شود، چون خشم، خداوند شاد هم نمی شود، خشمگین هم نمی شود، چرا که خشمگین بودن و شاد شدن در حقیقت تغییر است و تغییر در ذات خدا وجود ندارد. حالا غضب رو به چیز دیگری باید معنی کنیم، قهر رو که حتما باید خشم معنی نکنیم، ولی چون عادت معهود است این به زبان من آمد. قهر از سر ما برمگیر، یعنی این ناشکری ما باعث نشود که تاج کرامت رو از سر ما بگیری. دشمن ابلیس به قصد ما گرد ما تکاپوی میکنه. ابلیس دشمن، ابلیس یا ابلیس دشمن آمده به قصد ما چه میکنند؟ تکاپوم، تک و پو میکنند. تک یعنی جنگیدن، پوییدن هم یعنی میرود به دنبال اینکه پیدا کند تا تک کند. تکاپو یعنی کسی که میجنگد و میرود تا اینکه کسانی را، دشمن را پیدا کند و با او در آویزد. این ابلیس دشمن است، آمده است با ما تکاپو میکند، آمده است با ما میخواهد بجنگد. مکرها می اندیشد، مکرها می کند و می اندیشد در مورد ما. تا جامعه آشنایی و خلعت روشنایی از سر ما برکشد. تا او مکر می کند تا اینکه لباس آشنایی ما با تو را، با خدا رو از سر ما بردارد و بگوید که نه، اینها شیطانی هستند. ما لباس آشنایی و تاج آشنایی الهی، تاج توحید بر سر ما هست. این ابلیس و شیطان می آید و این می خواهد این را از ما برباید. خلعت و لباس روشنایی و حقیقت و نور را از ما بگیرد، ما را وارد ظلمات بکند، از نور خارج کند. یخرج هم من از نور الی ظلمات. ای خالق دشمن و دوست، خیلی زیباست، بیا تو خالق دشمن و دوست هستی. خداوند هم خالق دشمن و دوست است، هم رازق دشمن و دوست. دشمن خود را روزی میدهد. در مورد نمرود میگویند که کسی بود، قصه ها فراوان است، میگویند که کسی بود که مادرش او را نمیخواست به دنیا بیاورد. وقتی به دنیا آورد، آوردن دادن که گرگها بخورن. گرگها آمدن با او مهر و محبت کردن، مهربانی کردن، به او شیر دادن و او رو با شیر خود پروریدن. بعد که بزرگ شد از همه خطرها او را رها کردند. خیلی چیزهای عجیب و غریب میگویند. یک روز فرصت قصه باشد عرض میکنم خدمتتون. بعد میگویند که این آمد با همه آن کارهای عجیب و غریب، اصلا خیلی عجیب و غریب این رو حفظ کرد. آدم میگه حتما این میخواد پیغمبری بشود، مانند موسی که حفظش کرد تا اینکه نبی شود. آنقدر نمرود رو خدا پروریده در دامن محبت خود که انسان گمان میبرد
که خدا میخواهد این کسی باشد. یک صدم آنچه را به نمرود کرده به موسی نکرده است. اصلا نمرود رو در کنف حمایت خود گرفته است. آخرش نمرود شود و بیاید چه کند؟ بیاید در مقابل خداوند بایستد. در مورد فرعون یا همون رامسس دوم هم همین رو میگویند. کسی بود که خیلی فرعون ها همه رو میکشتند اتفاقا، که برای اینکه اینها مدعی خلافت و مدعی حکومت نشوند اینها رو میکشتند. این به طرزهای بسیار اعجاب انگیزی فرعون رها شد. همین آدم آمد گفت انا ربکم الاعلا، یعنی خداوند خالق دشمن و دوسته، هم دشمنش را آفریده هم دشمنش را حفاظت کرده است تا بیاید مانند نمرود، مانند فرعون که دشمنی کند. و این خدای عجیبی داریم. ای خالق دشمن و دوست، این بندگان را دشمن کام او مگردان. دشمن کام یعنی چیزی که به کام دشمن باشد. آدم دشمنش ببینه خوشحال بشه، میگه خدایا کاری نکن که وقتی شیطان ما رو میبیند خوشحال بشه که بله ببین چه کردم با این. دوست شفیع و نور رفیع پیغمبر ماست صلوات الله علیه. دوست شفیع، دوستی که شفاعت میکنه. باز شفاعت از مختصات غالب شیعه هست و کسی که خدا مولانا که پیامبر رو شفیع میداند، حتی در قصه ای که راجع به حضرت علی میگوید از زبان عمرو ابن عبدالبد میگوید که تو شفیع من هستی، شفیع روز قیامت من هستی. این نشان میدهد که مولانا البته نظر شیعی داشته است و جز شیعیان به این قضیه از نظر کلامی اعتقاد کامل ندارند. دوست شفیع و نور رفیع پیامبر ماست صلوات الله علیه. کمر شفاعت برمیان بسته است. کمر بسته یعنی همت کرده است که شفاعت کند و بر گوشه صراط ایستاده. در گوشه آن صراط نشسته است، آن صراطی که محل عبور انسانها به سوی بهشت است ایستاده، تا زمره امت را از دود عذاب به سلامت گذراند. آمده تا زمره امت، همه امت را، هرچند فاسق باشد هرچند بدکار باشد، از دود عذاب الهی به سلامت گذرانه. آن آفتاب عالم و رحمت بنی آدم را بر ما مشفق و مهربان گردان. خیلی دعاهای قشنگی است که میگه خدایا پیامبر رو نسبت به ما مهربان کن. ما هم باید این مهر پیامبر رو به خودمان جلب کنیم. این دعای توسل، این هایی که میخوانیم به خاطر این است که ما توسل کنیم، توسل بجوییم که مهر و محبت این اولیای الهی، این 14 نور اعظم رو به خودمان جلب بکنیم. و این مسیر بسیار عظیمی است در عرفان که انسان بسیار پیش می رود. و به ستاری خیش ما را از او خجل مگردان. خیلی جالبه، میگه ستار باش، ما رو از پیغمبر خجل نکن، در حالی که باید میگفت که خدای تو ستار باش، که ما در پیش خدا، آدم باید در پیش گناهش از چه کسی خجل باشد. طبق نظر دیگران، نظر عامه اهل سنت، باید آدم از خدا خجل باشد. طبق نظر شیعه باید آدم از پیامبر و از امامان خجل باشد. ببینید این دقیقا نظر شیعه هست. میفرماید به ستاری خیش ما را از او خجل مگردان. چرا خجل باشیم؟ یعنی بگوید که امت من چنین می کند، امت من چنین گناهانی را کرده است. خب چرا؟ معلوم است که عرضه اعمال ما به سوی نبیست. مولانا معتقد است که عرضه اعمال ما، همطور که ما معتقدیم عرضه اعمال ما به حضور حضرت ولی از صلوات الله علیه هست، عرضه اعمال همه ما در قیامت به پیامبر است. عده دیگر می گویند عرضه اعمال ما بر خداست، به خدا عرضه خواهد شد اعمال ما. ولی اینها میگویند در مسیر عرفان، به خود عرفان شیعی میگویند که به اهل بیت عرضه میشود این. ای ملک تو را از ثواب دادن مطیعان زیانی نی. ای پادشاه تو اگر ثواب بدهی مطیعانت را زیان نمی کنی و از عذاب کردن مجرمان سودی نی. تو اگر بخواهی ثواب بدهی چیزی از دست نمی دهی و سودی به دست نمی آوری. اگر بخواهی گناهکاران و مجرمان رو
عذاب کنی، به حق جگرهای کباب گشته از تاب آتش محبت تو. این رو عیناً از دعای کمیل گرفته، عیناً از دعای کمیل گرفته. حضرت علی علیه السلام در دعای کمیل می فرماید که خداوند دار. خیلی زیباست. این دعای کمیل رو حتما دوستان عزیزم بخوانن. ای کاش فرصتی شود یک روز این رو ما شرح بتوانیم بکنیم. این دعای کمیل رو واقعا دعای عرفانی بسیار عجیبی است. چند دعا هست که بسیار عظیم است. مناجات شعبانی هست، دعای جوشن کبیر است و از جمله این دعا بسیار معارف عظیمی در اینها نهفته هست که از آنها غالبا بی اطلاع هستید. اینجا حضرت علی می فرماید که خداوند اگر به خاطر گناه من مرا در جهنم افکندی، اولن تو اهلها اینی اوهد بک، من نشان خواهم داد، علنی خواهم کرد به اهل دوزخ که من تو را دوست دارم، من عاشق تو هستم. خدایا به تو به همه با هم گفت من عاشق او بودم. همه بگن آخه آدم عاشقش رو میندازه در جهنم؟ تهدید میکنه ها، خیلی زیباست، عاشقانه است، خیلی زیباست. حضرت علی میگوید اگر مرا در آتشت انداختی، در دوزخ انداختی، اولن تو اهلها اینی اوهب بود، من خواهم گفت من عاشق تو هستم، چه میکنی آن وقت با من؟ و بعد میگه که اگر مرا در آتش بیاندازی، بعد بدانم که تو راضی هستی به این، تو دوست میداری من در آتش باشم. تا هزار سال تا ابد خواهش نخواهم کرد که مرا از آن آتش بیرون بیاری، چرا که هدف من جمال توست، هدف من رهایی از آتش نیست، رفتن به سوی بهشت نیست، هدف من جمال جمیل توست. به حق جگرهای کباب گشته از تاب آتش محبت تو، که جگر ما را به آتش فراق ابد سوخته مگردان. هر چه خواهی توانی کرد و هر عتاب که فرمایی سزاوار آنیم، و جز فضل و رحمت تو حیله و چاره ندانیم. بسیار روشن اینها. ای چارگر بیچارگان و ای پناه آوارگان، ساگه لطف ابدی بر سر ما انداز، و انعام آمد که دل دوستان را صدف در توحید کرده، آلایش ما را بدان انعام آرایش گردان. میگه دل دوستانت صدفی است که در آن چه چیز میروید؟ درهای توحید میروید. دل ما محل توحید توست. صدف دل ما را به دست تلف عذاب مده، نگذار که صدف دل ما تلف شود و توحید تو را در آن نتوانیم بپرورانیم. پیش خلف و سلف ما را رسوا مکن. خلف یعنی پسینیان، سلف یعنی پیشینیان، آن روندگان و آیندگان، در مورد آنها ما را رسوا مکن. چون جهان به کام توست و فلک غلام توست، این جهان غلام توست، و قاهران آسمان و زمین مقهور تو هند، آنهایی که در آسمان زمین قاهرند و سخنانشان حتمیت دارد، همه مقهور تو هستند. و نیرات درخشان، نیر یعنی خورشید، نیرات درخشان و خورشیدهای درخشان گدای نور تو اند، و ملوک و سلاطین زکاتخوار دولت منصور تو اند. ملوک پادشاهان و سلطانها زکاتخوار دولت تو هستند، دارایی تو هستند. دولت منصور، دولت منصور یعنی دولتی که همیشه پیروز است. از چنین دولتی که ما را واقف کردی محروم مگردان. این دولت عشق را که به ما تفتن دادی و ما را واقف کردی به این دولت عشق، ما را از او نگیر، ما را تمام از خود بی خود گردان، ما را از خودمان بی خود گردان کاملا، و ما را از آن خود کن. باده عشق در دهی ساقی، تا شود لاف عقل در باقی. یک باده عشق به ما بده تا اینکه لاف زنی عقل بماند و عشق فقط برای ما باقی بماند. انشاءالله که چنین و چنان باشد. و السلام علیکم و رحمت.